با درود خدمت شما، من شهریار توکلی هستم. با یکی دیگه از آموزش های سئو و بهینه‌سازی در خدمت شما هستم. امروز هم یک گپ دوستانه خیلی کوتاه با شما دوستان خواهم داشت در ویدیوی 15 و آموزش 14 که در مورد یک وبسایت مرجع سئو و بهینه‌سازی صحبت خواهیم کرد. خیلی از دوستان با اینکه ما یه وبسایت خیلی کوچیک هستیم و هر روز فعالیت رسمیمون رو شروع نکردیم و بیشتر در حال آموزش و یادگیری هستیم، درسته چندین سال ما داریم کار میکنیم، فقط 3 سال وبسایت سئو داشتیم، ولی به ما یک ایمیل هایی میاد با اینکه خیلی ترافیک کمی داریم در روز که چرا اینقدر در مورد moz.com صحبت میشه، یا اون منابعی که داخل سئو کامیتی داشتید حذف کردید آیا داخل وبسایت قرار میدید؟ کلا چرا moz.com اینقدر توی صحبت‌های ما تکرار میشه؟ اول قبل از اینکه شما بگم که قبلا دامنه این وبسایت sewomoz.com بوده و بعضی مدتی که تغییر برند دادن از sewomoz.com به moz.com انتقال پیدا کرده. MOZ مخفف سری کلمات هست که من حالا پیگیریش نکردم. چرا این تغییر انجام گرفته؟ چون دیگه این شرکت از محصولاتی که فقط برای SEO ارائه میداده تمرکزش رو توی دیگه محصولات دیگه هم قرار داده، مثل محصولات برندینگ، محصولات پیگیری یه سری از مواردی که حالا تو وبسایتش هست که بیشتر به بازاریابی کمک میکنه. یعنی این وبسایت از یک سایت SEO به تبدیل به یک سایت بازاریابی شده که یک از مباحث بسیار 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 بزرگش در مورد SEO هست. 3 سال پیش من و یکی از دوستام که شروع وبسایت SEO کامیتی رو استارت زدیم که این دوستان بعد از 1 ماه دیگه فعالیت نکرد، یکی از بزرگترین و پرمحتواترین و غنیترین مقاله SEO تا اون موقع رو ما ترجمه کردیم. این مجموعه مطالب حدوداً 10 فصل بوده که در مورد SEO صحبت میکرده، در مورد گوگل جستجوگرها صحبت میکرده، در مورد اینکه متا دیسکریپشن ها چی هستن، چرا گوگل رو نباید گول زد و استاف کردن و کلاکینگ هایی که داخل سئو خیلی داخل صحبت میشه. خیلی فصل های متنوع با صحبت های بسیار ساده. یعنی اگر شما به عنوان مثال اون مقاله رو میخوندید گفتید این مقاله که من میدونم، خب باید اگه میدونی چرا انجامش نمیدی؟ با همون چیزهای ساده بنده در 6 ماه بعد از اون قضیه که من شروع به سئو سازی وبسایت خودم برای اولین بار به صورت حرفه‌ای و کامل کردم، وبسایت خودم رو تو خیلی از جستجوهایی که میخواستم تو صفحه اول تو لینک اول دیدم. خیلی برام جالب بود که چطور میشه از این همه بازار خرید بکلینک گذر کرد و به جایی رسید که به صورت ارگانیک، یک کلمه ارگانیک رو قشنگ به کار بردم که بدونید که از نظر چیزی کاملا قانونی شما بیاید صفحه اول. درسته طول کشید، درسته 1 سال به صورت کامل طول کشید، 6 ماه اولی 6 ماه بعدش، ولی وقتی اومدم بالای گوگل دیگه تو جستجوام جایگاهمو از دست ندادم. به این منظور ما با این وبسایت بسیار 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 خوب آشنا شدیم و خوب گشتیمش. ببینید دوستان، این وبسایت فقط این خدمات رو نمیده. شما فکر کنید میخواید یک پزشک هست، میخواید یک داروی رو به بازار ارسال بکنید. وقتی میخواید دارو رو ارسال بکنید باید جامعه آماری خیلی خوب و کامل داشته باشید. من این دارو رو 6000 نفر تست کردم، این دارو رو 7000 نفر تست کردم. وقتی که این دارو رو تست کردم و جواب گرفتم توی مثلا 70% جواب بوده میدم بیرون، میگم بخریدش، استفادهش بکنید. ولی وقتی جامعه آماری و 100 نفر باشه اعتمادی به من وجود نداره. از این 100 نفر شاید 60 نفرشون
70 80 90 نفرشون اصلا با این دارو مشکل داشته باشن. هم داروی شما زیر سوال میره، هم آمار مناسبی ندید، هم اعتماد به شما کمتره. خب اینجاست که شما به وبسایت های بزرگی که تو چند سال پیش اولین گام ها رو برای بهینه سازی وبسایت ها برای جستجوگرا گرفتن مراجعه میکنید. moz.com الان با هزاران مشتری در نرم افزارهای SEO و برندینگ که خودش دارای یک تجربه و یک جامعه آماری بسیار بزرگیه که مطمئنا اگر الان من و شما وارد اون بحث بشیم هیچ وقت نمیتونیم به اون اندازه برسیم، اون همیشه از ما 200 پله جلوتره. پس بهترین راهکار پیگیری این وبسایت. تا اینجا پس میگیم ممکنه شما دوست داشته باشید نرم افزارش رو اجاره بکنید و به شما مشاوره بده و اون مشاوره ها رو انجام بدید. میخواید کمپینی راه بندازید، خیلی بهتون کمک میکنه، یعنی نرم افزارش واقعا عالیه. مورد بعدی انجمن بسیار خوبیه که تو این چند سال شکل گرفته. شما وقتی که وارد این سایت میشید، وارد پرسش و پاسخش میشید، میبینید کاربرها سوالاتی دارن که شما همیشه این سوالات در ذهنتون بود. حالا اومده شما یه اکانتی هم داشتید و دسترسی راحت تری داشتید. شما بدون این که بخواید هزینه‌ای حتی بدید، میتونید توی این انجمن‌ها بگردید، مشکلات کاربرا رو پیدا بکنید. و وقتی مشکلات رو پیدا کردید، دقیقاً شاید مشکل خودتون باشه و مشکل حل می‌کنید که قبل از اینکه اصلا به این مشکل به صورت کامل برخورد بکنید، هزینه می‌کنید و غیره. این شد یه بخشش. بخش دیگه‌ای از این وبسایت به سمتی میره که برای شما مقالات قرار میدن. مقالات این وبسایت نسبت به مقالات سایت سرچ انجین جورنال و سایت سرچ انجین لند یه خورده سنگین تره. ممکنه این مقالات برخی مواقع خیلی در لایه های بالای سو استفاده بشن، نه لایه های پایین. لایه های پایین که شما تازه شروع کردید و میخواید انجام بدید، من سرچ انجین جورنال رو بهترین سایتی که نظرم هست رو به شما معرفی میکنم. واقعا برنامه‌نویس های زیاد، کاربرهای زیاد، سو کارهای زیاد، هر کدوم حتی برای اینکه سایتشون به یک چیز خوبی تبدیل بشه میان مقالات اسپانسری میذارن که این مقالات واقعا باید مقاله کاملی باشه تا اون وبسایت منتشر بکنه. و به علت زیاد بودن افراد در ارسال مقاله واقعا این وبسایت ها میتونن کمک بیشتری بکنن. ولی اگر میخواید به لایه های بالاتر و موارد خیلی پیشرفته تری برید، قسمت مقالات moz.com واقعا غنیه، واقعا یک جای بسیار خوب برای یادگیری، برای انجام و تست آزمون و خطاست. بخش دیگه از این وبسایت میرسه به بخش ویدیوها یا تخت سفید. هر هفته ای چند نفر از این افرادی که در اونجا در حال فعالیت هستن میان و ویدیوهایی رو قرار میدن که این ویدیو واقعا رو تخته قرار میگیره، به صورت تخته وایت بورد و میاد روش نوشته میشه. واقعا چیزی هست، چیز بسیار بسیار خوب و متنوعیه که شما در هفته کارهایی که کردید رو جمع‌بندی کنید، هرچی یاد گرفتید و جمع‌بندی کنید. این ویدیو میتونه از صفر شروع بشه، بالا نگاه کنید، فکر نکنید منسوخ شده. خیلی از این ویدیو از اولین روزی که درست شدن به صورت ارگانیک درست شدن، به صورت یک روال منطقی و قانونی که همیشه پابرجاست درست شدن. همیشه گفتن شما باید بکلینک و لینک های طبیعی بگیرید، هیچ وقت نگفتن شما برید تو سایت های زیادی یک دفعه 2000 تا لینک بخرید. خب این کل وبسایت moz.com. من دوباره سه تا وبسایت به شما معرفی میکنم. یکی اولین چیزی که من خیلی 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 خودم در زمانی که دنبال سئو بودم، یعنی هر روز مشغلم سئو بود، نه اینکه الان مثلا هفتگی با اون سر کار داشته باشم، سرچ انجین جورنال. این وبسایت فوق العاده فوق العاده فوق العاده خوبه، بهتون میتونه کمک بکنه که فکر میکنم مارکتینگ جورنال هم همین زیر مجموعهش باشه که مربوط به مدیریت. اگر اون قسمت هم دوست دارید که مستثنا از او و غیره نیست، شما یک مدیر خوب باید یک دانش مدیریت خوبی داشته باشید. سایت بعدی سرچ انجین لند، یه سایت قدیمی، و سایت بعدی هم
موز.com قسمت مقالات و بلاگشه و سوواچ هم سایت خوبیه، ولی هر باید مقالاتش رو دستچین بکنید. باور کنید اگر همین 3 یا 4 سایت رو شما مطالعه بکنید و اونها رو انجام بدید، فقط با زبان انگلیسی مناسبی داشته باشید، شاید به یه جایی برسید که دیگه خودتون هم شروع کنید به سئوسازی وبسایت های دیگران و خوندن. باید بهتون میگم سئو یک دانش که هر روز بروز میشه، چون نمیتونید بی خیالش بشید، باید هر روز مقاله بخونید. اگر این مقاله شما شد یه روز درمیون شد یک هفته، مطمئن باشید که فاصله خواهید گرفت. این فاصله میتونه شما رو از یه سری از امکانات و فرصت‌های زودگذر دور بکنه و شما رو از دست بده. امیدوارم که گپ دوستانی، که البته فقط یه ویدیو تکمیلی بود که بتونم که بتون چند تا منبع خیلی خوب رو پیشنهاد بدم و شما پیگیری بکنید، مخصوصا moz.com رو، و این وعده رو وعید بدم بهتون که من خیلی سعی دارم که مقالات سئو رو داخل وبسایت خودم دوباره، تمام مطالبی که داخل سئو کامیتی بوده رو یواش یواش داخل وبسایت قرار بدم، ولی در جریان باشید که ما اصل اولویت وبسایت ما در زمینه برنامه نویسی هست و ما خیلی سعی داریم یک افزونه سئو خوبی رو درست بکنیم که فعلاً در اولویت ما نیست، ولی در صورتی که این پروسه انجام بشه، مطمئناً برای اینکه شما یک سئو بهتری داشته باشید، دوباره مقالات از اول نوشته میشه و افرادی هم استخدام میشن برای ترجمه، تا بتونیم دوباره اون مطالبی که به روز اون بازار جهانی هست رو ارائه بدیم. اینا بگذاریم که یک سایتی گفته ترجمه خوب نیست، خب منبعتون کجاست؟ شما از چه سایتی دارید استفاده میکنید؟ کل شما میخواید با بک لینک هایی که میخرید به کاربر یاد بدید، هیچ وقت منابع خودتونه که رو نمیکنید. پس بهتره که در مورد اینکه ترجمه میشه صحبت نکنید، چون این مطالب بسیار بسیار دقیق و تست شده ای هستن که داخل معتبر ترین وبسایت هایی که در زمینه سئو وجود داره داره ارائه میشه و میتونید ترجمه زبان فارسی در بیاد، یه خورده دست بخوره با فرهنگ ما، اوکی بشه با وب ما و اون رو انتشار بدیم. این واقعا یک پروسه بسیار منطقی و خوبیه. امیدوارم که از این ویدیو هم راضی بوده باشید و وقت شما رو بیش از این نمیگیرم. موفق و معید باشید. منتظر ویدیوهای آینده بنده از تلگرام بنده که در پایین سمت راست قرار داره و همینطور سایت من در بالا سمت راست مراجعه کنید و میتونید اونجا بهش دسترسی پیدا کنید. بدرود.